Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum ve rahmetullahi ve barakatuhu. Barolaroy islomiy mu'minin xudo hamma to xush omadey. Parvardigor qadamotona muborak. Yake az sababhoi komil shudani imon va alomatoi ki mard mega man musulmon va imon komil ay hamin ast ki boya dar khirsandi musulmon khirsand shavid. در زیقی مسلمان زیق شوید. این حدیثی گوهرباری پیغمبر خدا است صلی الله علیه و سلم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که ایمانهای شما کامل نمی شود، آن چیزی را که برای خودم دوست می داری برای دیگه ها هم دوست دارید، آن چیزی را که برای خودم بد می بینی برای دیگه هم بد بینی. نمی فورد برای آدم مال شد دزدن، مال دیگه آدم ندزد. نمی خوری زن و کودک تا یک انسان آزار و غم تید، زن و کودک یک آدم آزار و غم نتید. نمی خوری یک آدم درین حولی دروید به اجازت درین حولی یک آدم ندروید. نمی خوری باغ و علف تا یک از چخه شود به اجازت باغ و علف یک آدم چخه نشود. همین خیال است ولی در توی و خرسندی میکنید، دوست میداری خرسندی در خرسند باشید، یک آدم خرسندی میکنه، انمو خرسندی اشتم خرسندی کن میشه و انمی کاملی ایمان. من این روز آمدیم، آشا خوردیم، نان خوردیم، چای خوردیم، این غذای مادی های بدن ما راحت کرد، با کپی خوبم در کار های که روحمون راحت کرد. یک انسان ها میگن که فلان لعنت بر پدرم، چند روز زیر میکرده که پدرم در لعنت بود. یک آدم میگن که رحمت بر پدر، چند روز خرسند میگرده که پدری من در رحمت گفتن. یعنی بدن آدم گپ گوش میکنه، برای آنکه زیاده از 82% بدن آدم آب گپ گوش میکنه، برای همین در آب دعا میخونن میتن آدم ها میخونن نغز میشن، در آب دعا میخونن میتن آدم ها آبازی میکنن نغز میشن. یعنی آب گپ گوش میکرده، بدن ما همش آب یخی. وقتی که آب گپی خوب گوش میکنه، این همیتی گپی خوب میگی فلان رحمت بر پدر و مادرات، آدم قبط قبط گوش میگیرم. اگر لعنت گوان زیغ میشی، یعنی معلومه که به سخنی نیک نمیشه دنیا. این دنیا دا سخنی نیک گفتن در قرآن. پیغمبر صلی الله علیه و سلم، پیغمبر ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم فرمودیم که در بعض شعرها، من آدم ها شعر عاشورا میخونم، در بعض شعرها در بسیار سخنها تأثیر های چگونه ای که سحر و جادو شما دا تأثیر میکنه، سخن آدم ها خطی انمی شعر و اندرز و پند میخونن شما دا تأثیر میکنن. من یکتش همین هست، این جهان به سخن زنده خراب است، این دنیا به سخن حق خراب میشه. واقعی تو که ذکری ماشینی، ذکری دنیا و ذکری ساختمان، من ایره جورا دارم، فلانی قدی شیشتون، فلانی قدی خیلستم، نمیشود. باید از آدمیت، از اخلاق، از پدرداری، از مادرداری، ای همسایداری، از گذشته های بزرگ یه چی گفته شود. من امروز میپرسن که عقیده چیست؟ همگه سوال میشود، عقیده چیست؟ یک کسی میگن که، بگه تا عقیده نداری؟ همگه که پس زیاد عقیده تا درست نیست. میگن عقیده چیست؟ امروز عقیده چی هست؟ تجارت، تلفن، ماشین، رفیق، پل دنیا، این همه عقیده شده گرد. این همه نیاز عقیده هر یک مسلمان مگه عقیده چیز هم فکر مگنه قدی کش میشنه میگذن صد از شده تلفن داره. از هم به معنی ترین به عقیدگی ما همه یکی چوه مگه خدا او دادای من دنیل چی با او داره من ندارم. آدم باید شکر کنه، اول شکری باطن، در باطن ما ایمان هست. هر یک مسلمان باید شکر کنه که خدا او را ایمان داده، خدا ما را مسیحی خلق نکرده، منو حالشون را دیده سین، خدا ما را یهودی خلق نکرده، بررحمترین مردم دنیا نیمون، حتی که در عادی ترین
چیزی که عادی ترین قانون دنیا کودک در رحم ندادن. شکر که نگه خدا ما را بود پرست نکرده، حالی بود پرست ها را بین الحمدلله ما مسلمانیم، شکری باطین و ایدو باطین ما را شکر کنیم. اولین چیزی شکری باطین های آدم باید شکر کنه. امروز از همه بمعنی ترین هم همین است که عقیده مؤمنه چوه باید را بانه چوه باید این خیلیش های من نه این علامت چی های؟ علامت هم همین های که سخن زنده را کم گوش میکنیم. سخن های زنده باید زیاد گفته شود، سخن های حق باید زیاد گفته شود. از تعلیمات بزرگا، قرآن، سنت، پیغمبر، صحابه، از اینها باید زیاد گفته شود. از تمام کلاسیکامون، باب و اجداد و اولیا و دوملا و میتقامون در بزرگا گذاشتن چه خیلی زندگی کردن، از حیات و فعالیت باید گفته شود. زندگی هم همین هست. پیغمبر صلی الله علیه و سلم ارواح مشتمرون گفته حیات لکم و دلیل و برهان و شریعت هم. زندگی من برایش ما شریعت هم. یا آدم میگه شریعت چیست؟ شریعت این زندگی پیغمبر خدا بود است. چخل خواب رفت، چخل خیست، چخل زنداری کرد، چخل همسایه داری کرد، چخل انسان داری کرد، چخل در این دنیا زندگی کرد، چخل از این دنیا گذشته رفت. 14 عصر میگذره محبت به چقدر ما رسول الله دوست میداریم. آرزو میکنیم که اقلا یک بار در خواب بینیم شم. یک مردی که 1400 سال پیش از دنیا میگذره و زندگی میکنه تا به امروز میلیارد دانه طرفدار داره، روز تا روز زیاد شده سه طرفدار شد. از این زندگی نامه ها گفتن در کورای، از این زندگی نامه ها قصه کردن در کورای تا روح و روانی ما آرام گیره. انا امینه اساسا نشستم و مولود و توی و انعنه و جشن ها میگیریم، باید از تاریخ های گذشتمون گوهن که تا ما عبرت گیریم. رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما و شما امر کردند. چی امر ای؟ یکمین چیز این عمل اعمال و بنیان. دین ما عینیت سر می شود برادران. تمام کتاب های حدیث ما را وی کنه یکم عینیت سر می شود. نماز با بچی بسط نماز با کدام کلیدار ما می درویم؟ با کدام دروازه نماز می درویم؟ با کدام دروازه طهارت می درویم؟ با کدام دروازه زکات می درویم؟ با کدام دروازه حج می درویم؟ همین یه مراتبه بینیم که تمام عبادت های اسلامی یکمین عمل شکل ما میکنیم نیت. نیت همه ما را تا نیت همون درست نشه خدا ما را یادم نمیکنم. باید نیت های ما درست باشه. خداوند حدیث امام مسلم های حضرت داود علیه السلام و داستانش همین بیارند که در حدیث جناب پیغمبر اشاره میکنن پروردگار با داوود علیه السلام گفت زده که بوده است که داوود میخواهی که شب و روز تا عبادت نفل نویسم تا ولی پروردگار که ضرر تا ایروی مردم برمون. اوخی نینی همین بزما دا باید ما ای همین گفت گفت زنیم که ضرر تا نرسون دا یک کس کسی ضرر شده مردم نمیرسون دست پروردگار 24 ساعت در نامه اعمالی وی اعمالی نماز نفل می نویشتن. می خواهی که یک عمر در بدنی تو 24 ساعت در یک سوتکه تو می خواهی که همه شد عبادت نفل نویستم که تو همه شد نماز نفل خوندی ضرر تایمی مردم بردار. ما امروز بسیار ضرر برسانیم، آبروی مردم می خروشیم، نسبت زن و فرزند چشم علم میکنیم، گمانوی بد میکنیم، برادرامون رو تهمت میکنیم، دسیسه میکنیم، برای دنیای دروزه چی فریبایی نمیکنیم. شما اسلام ما همین لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. در اسلام ضرر نیست. ای جانب اسلام یکون که ضرر نده قسم به خدا. یه آدم که در جاش گوه که من مسلمان شدم ضرر دیدم. اگر ضرر دیده باشه ای مسلمانی خچه ای خچه. پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم بلند میشن در 13 سالی مکه بودن مردم اولی امر نماز و حج و زکات و روزه سخت نمیتپن، فقط میگن ای مردم خدای یگانه را شناسید، ای مردم معبودی بر حق شناسید، ای مردم معبودی بر حق شناسید. انا بعد که مدینه که میبیم به عبادت سر میشوم. برای همین ما باید مردم صحبت کنیم که خدا را شناسم، آفرندمون را شناسیم، ما را آفریده ای قطره آب ای هیچ چیز ای هیچ چیز همی فکر کرده ایستی ما افرائیتو ما انتم نون
ای فرزندی آدم، یه بار تو نمیبینی همون زنت که قچاق میکنی شب خوب میری، یه بار فکر نمیکنی همون قچاقی تو، آغوشی تو، راحتی تو، شهوتی ترا، یه بار فکر نمیکنی همون آب من آدم میکنه؟ میگه قدرتی من باور نداری؟ افرائیتون ما انتون نون، همون آب را که در بدن زنت میمونی یه بار بیرون برو فکر کن همون را من آدم میکنم. او کی قدرت داره؟ و کی قدرت داره؟ او اولین اروپایی شکسپیر پرسیدیم گفته هر یک آدم امضای الله هست مسیحی تا هر آدم هم میبینه گفته تماشا کنه تا به امضای خدا هست یکان آدم به امضای خدا نیست. مقصد چی؟ ما هممان خلق خدای همه ما امضای الله هست در وجود این یک نعمت ها را میبینیم. میشیشته هستم میگفتن در یک روز هزار کتاب میخونم میگفتیم که شکسپیر دروغ هم اندازه داره بگیم تو چرا در 24 ساعت هزار کتاب بخونی؟ این عیب هست همه دروغ اندازه داره و تو دو کتاب خونده نمیتونی این چرا لکه هزار کتاب بخونی؟ میگوید من کتاب ورقی نمیخونم من آدم ها نگاه میکنم چشمش هزار کتاب هست اگر روی های دکتر های چشم برسه به چرا 10 سال میخونم 10 سال دو چند کتاب میخونم تا من یه بار میبینم تا بینی را بینی در 10 هزار کتاب هست آدم هایی که در بینی دکتران را به چرا 7 سال فقط داره بینی میخونم آدمای دندان پزشک که کورس 7 سال برای دندان میخونم آدمی که روبروی ما شیشه یه اکادمی های چشمش 1000 کتاب های بینیش 1000 کتاب های دندانش 1000 کتاب های موی سرش امروز میگه که موی سر چسبونده سیم ما آدم همین خیلی میبینیم. اگر یک جراح خیلور در اینجا در برای آدم گبزانه که ما حیران میشیم این پوسته در تکش چی های بعدی وای چی های این رنگبندی ها را بین این گوشت را بین این استخوان را بین حیران میشیم وقتی علم در میدروی تماشا میکنی بدن آدم ها البته حل خالقون غیر الله ای بشریت میگه وقتی در روی آدم ها بدن شا بینی رنگ خدا خلق کننده میابه میوبه هم خیلی خدایی که ایا قطره آب این قدر زیبا بود کنه این قدر خوشرو بود کنه این قدر بلند بود کنه این قدر زیبا بود کنه تمام ملائکه امر میکنه که سجدش میکنه سجدش میکنه میگه من آدم دوست میدارم همه آدم حرمت کنم که امضای خدا های همه این خلق خدا های در وجود این همش رحمت الله های همه اینا را آیه مبارکه قرآن امر میکنه رحم ربی و بذالک خلقهم رحمتم جوش زد گفته آدم خلق کردم آدم های رحمتی الله بودن هیچ محل برادر آدم تحقیر نکنه برای که حضرت عمر و حضرت عثمان زندگی نامه شانا بینه که در ابتدا چه خیلی بودن وقتی مسلمان شدن به کجا رسیدن خالد ابن ولید ببینه که چه خیلی بود به کجا رسید صحابه زیاده از 90 فویزش در همون دوره بود پرست بود و بود پرستیدگی بود وقتی که مسلمان شد به کدام درجه ها رسید هیچ محل اون کسا تحقیر نکنیم در همین انسان های هستن که 1 سال 2 سال بعد چی گونه بنده های خاصی الله میشن همه را دوست داشتن در کره همه را حرمت کردن در کره مقصد از این صحبت ها همینه که یک دیگر حرمت کنی بلند روا خیلی ما به حرمت شدیم ما در قرآن سوره داریم با نام حجرات حجره ها مردم میبیا در حضور نبی کریم صلی الله علیه و سلم ای پیش خانه پیغمبر صدا بلند میکنن که یا محمد یا محمد ای محمد ای محمد بیرون برو بیرون برو ما سوال داریم صلی الله علیه و سلم قرآن حکایت میکن یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ای مسلمانو در پیش پیغمبری من داد نزنی که عملاتون رو بیکار میکنم یک عملی داد زدن در پیش پیغمبر و مسلمان خدا عملا رو بیکار میکرده همین روزی آدم 5 وقت نماز میخونه اما می به در پیش آتش داد میزنه همه این نمازش خدا خط میزنه در روی مسلمان داد زدن این نقطه نظر قرآن درست نبوده داد زدن ای کجا آمد خیلی تربیت های بند داریم باید داد بزنیم لا ترفع و اصوات کن در پیش پیغمبر داد نزنه حرمتی پیغمبر را دانه و ما امتی پیغمبره کسی در پیش مسلمان تحقیر میکنه داد میزنه و بی خبره که خدا گناهاش بر هم و ثوابش بر هم بزنه این اخلاقای اسلامی را باید گفتن در کارن زیاد گوه
اگر نگویم این دنیا قدی برنامه هاش مورد تز به ایمان میکنه، ای دین من دور میکنه، ای پیغمبر من دور میکنه، از علما دور میکنه. ما چگونه زندگی کردن باید ای جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم یاد گیریم؟ قرآن وصف میکنه که ای دو پیغمبر زندگی را یاد گیریم، یکم حضرت ابراهیم بودن. خداوند میگه ای ابراهیم شما نمونه زندگی گیری، دویم از حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. لقد کان فی رسول الله اسوه حسنه، واقعا نمونه زندگی کپیه زندگی را شما میگه ای حضرت محمد یاد گیری صلی الله علیه و سلم. یا آدم میگه من رنگی کی زندگی کنم؟ زندگی را کی یاد گیرم؟ لباس چه خیلی پوشم؟ بدن ما چه خیلی آرامه؟ خود ما چه خیلی خوش رو کنم؟ زنداری کودک داری ما چه خیلی کنم؟ تجارت زراعت ما چه خیلی کنم؟ قرآن میگه شما نمونه همه اینا ای زندگی نامه حضرت محمد رو گیرید صلی الله علیه و سلم. پیغمبر از یتیم به دنیا می بیاد، دنیا را کاوه رنگ رسول الله یکان کس همخی یتیم هست، یتیم با اخلاق، یگان انسان رنگ رسول الله هم خیلی یتیمی زیبا، یتیمی با اخلاق، یتیمی با صبر، یتیمی که دنیا را امروز به خودش مفتون کرده، پدر و مادر را ندیده. ما امروز میگیم فلانی یتیم صغیر است، رسول ما که کلام شده. دویم پیغمبر ما چوپان بود، چوپانی را ای رسول الله یاد گیریم. چوپان ها باید دحمرده ها یاد گیرن که آیا رنگ رسول الله دحمرده هست در دنیا؟ چندین سری سال دحمردگی میکنه، چگونه زندگی میکنه در مدینه منوره، چگونه زندگی میکنه در مکه مکرمه؟ پیغمبر صلی الله علیه و سلم پدرم، پدری فاطمه، پدری زینبم، پدری امی گلسومم، پدری رقیه، پدری طاهرم، پدری ابراهیمم، پدری قاسمم، این قدر فرزندا دارم. آیا یکان انسان در رنگ رسول الله که پدری مهربان میابیم؟ این خیلی پدر را بزرگیشه بینیم، پدری را رسول الله یاد گیریم، یتیمی را رسول الله یاد گیریم، دهمردگی را رسول الله یاد گیریم. چندین سری سال در خدیجه مادر ما سوداگر هست، آیا یکان سوداگر رنگ پیغمبر خدا هست؟ ای سوداگری و فایده و راستگاری حلالکاریشه خدیجه عاشق بشه رسول الله دارم. ما امروز اندک اکارده ما میلخشیم خمون رسمو میکنیم، کم ترکک دنیا بولای ما دمید بیا همه رسمو کرده میپرمیم. بعد از او پیغمبر میشود، آیا پیغمبر رنگی پیغمبری ما هست؟ ارکه ای خدا بود شبی معراج تمام پیغمبر ها ده ایمام هم تمام پیغمبر ها زیارت شده بیاین. در حدیث صحیح میگن که موسا پیغمبر زیارت ما آمد، رفتم موسا را زیارت کردم، دیدم موسا گندم رنگ بوده، قدی بلند داشته، بدنی پهلوانانه، در گورش دیدم موسا نماز خونده است. حضرت عیسی را زیارت کرده شبی معراج، حضرت ابراهیم را زیارت کردن، یعنی این قدر پیغمبر ها پیغمبری ما را زیارت میکنن. برای امامین رنگ ما بارید، فکر کنید که پیغمبر های آیا پیغمبری شد بینید محبوب خدا های پدر های پدری را رنگ رسول الله یاد گیریم، رهبری را رنگ رسول الله یاد گیریم، مشفقی و مهربانی را رنگ رسول الله یاد گیریم. لقد کان فی رسول الله اسوه حسنه، ای مردم نگا کپی زندگی را حضرت محمد یاد گیریم صلی الله علیه و سلم. سالای گشنگی، سالای تشنگی، سالای بپولی، سالای عذاب، سالای شکنجه، سالای رسالت پیغمبری، انمی خلق عذاب و شکنجه را میکشن تا ما را مسلمان کنن، انمی خلق صاحب نکاح و صاحب شریعت کنن. این همش فرهنگ رسول اکرم است. کنی یک انسان در اونجا دستش بردارد گوه من به نکاح با دنیا آمده گیم، یک آدم دستش برداره و به بینکا به دنیا آمده گیم، معلوم است که این فرهنگ پیغمبر در تمام جا آمد، در آمد ما را مسلمان کرد. باید ما ای پیغمبر ما دور نشویم، پیغمبر ما را دوست داریم، پیغمبر ما چخیلی زندگی کرد، چخیلی حیات کرد. مقصد این نشستمون انامینه که رسول الله را دوست داریم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند شریعت برادران این منحله
زندگی پیغمبر خدا این شریعت ای منحل گفته کانال میگن یا آدم وقت یک باغ یک راه آبیاری میکنه همون کانال جویبار میکنه معنی شریعت جویبار بوده پیغمبر محنت میکنه جویبار میکنه درون این جویبار آب سر میتید این آب حکم خدا و پیغمبر است کسی این آب نوشید آبازی کرد تازه شد نوشید زنده ماند باغهاش آبیاری کرد باغهاش سرخاسین شد این هم میگن برادرها شریعت آدم به آب زندگی کرده نمیتونه شریعت رنگ آب برای ما در کاره شریعت برای ما رنگ هوا در کاره خدا و پیغمبر برای ما رنگ هوا در کاره رنگ خوراک نه که امروز گشنه شده با سوراخشان بیاریم بیاییم یکی از بزرگا گفته که امروز خدا داریم و پیغمبر داریم و همین اگه زور ما نامه سوراخش می بیاییم اما گفته خدا و پیغمبر رنگ هوا ما در لازمه یکم دقیقه به هوا زندگی کرده می شود حتی خواب میبره برای ما هوا در کاره خواب هم نباید ما در خدا و رسول در کار باشه مقصد ای ششتا نو همین هست یکم بار پیغمبر خدا به طهارت خواب رفتگی نبیدیم شبا وقتی که خواب می رفتن پیغمبر کدام سوره ها را می خون کدام نماز ها را می خون و کدام دست خواب می رفت و کدام دست می خیز برای او که ما مسلمانیم اخیم الحمدلله ما مسلمانیم باید رنگ رسول ما زندگی کنیم اما همین ای پیغمبر ما دور شده به رحم شده ای پیغمبر ما دور شده به انصاف شده ای پیغمبر ما دور شده به قبلا و فتا را به بالای سر ما باید باید ما ای پیغمبر ما دور نشده حضرت موسی علیه السلام لب بحر نیل می بیا همه ما و شما فیلم شده دیگه که تیاقه می زنه بحر نیل دو بلاک می شود هم خلاص یا نه 600 هزار یهودی را ای دست فرعون نجات میتیم سوال میتیم وای چی بود که دریا را دو بلک کرد وای چی بود که دریا دو بلک شد نیل دو بلک شد مردم با چشم سر دید با چشم سر شان دیدن فرعون غرق شد و نابود شد وای چی هایی که دریا دو بلک میشود برادرها وای دین هایی وای چی بوده نموش دین کسی دیندار باشد دریا دو بلک میشود کسی دیندار باشه قسم به خدا دعای او اولی درجه در نزد الله قبول شود کسی دیندار باشه آسمان برای بارون میبارد کسی دیندار باشه دسترخوان برای او پر میشود برادرها همه این دسترخوان و فیض برکت برای ما و شما فیض برکت دین مونه ما مسلمانیم مسلمان در کجایی که باشه روایت میبیارن از حضرت امام شبلی را روایت میکنن یا حضرت عبدالله ابن مبارک میگن یکی از یهودی های همسایه داشت یهودی همسایهش امرش میکنه که ابن مبارک اگوی مرا خبرگیری بیای حضرت خبرگیریش میبین که بیمار شده گیر و میگه بیا مسلمان شو میگه نه میگه چی بو خیلی خیلی عمر را قبول نکردی اخلا آخری عمر را قبول کرد کر با من نعمت را این دنیا میگه یه شرط دارم همی شرط من اگر اجرا کردی مایلش قبول میکنم دین تا میگه چی های؟ میگه همون تگی سری من دیدی در اونجا بولیش داشت همونجا را بردار میگه یک دسته تیلا موندک میگه پنجه همون تیلایی من اگر در من بوده من مسلمان میشم حضرت همی تا هوی میکنم همی تا هوی میکنم که یک پنجه سنچیل هست همی تا دست میزنن و میبرن در کبی دست یهودی میمونن همش تیلا هست میگه دویم بار برا دویم بار میرم که یک پنجه با همون سنچیل سنگ هست میبینم این مونه میبینم تیلا هست میگه چی دیدی میگه سنچیل میگه در دست من چی دیدی میگه تیلا میگه من مسلمان میشم میگه چی با؟ میگه اگر امت پیغمبر صدقاً مسلمان باشد سنگ قبه تیلا میشود امت پیغمبر صدقاً مسلمان باشد نفس میکنه برادر و زمین و زمان و برکت بگیره برای آن چرا در زمانهای پیش من 50 سال پیش زمانی شروع میدم فیض برکت زیاد بود چیزی هم بود نبود حلق و توزا بود چیزی هم بود نبود برادر مسلمانی بلند بود شما ایره نه نگوید علما هم در اون زمان قدر داشت مولا هم در اون زمان قدر داشت شما همه تا نظم دانید که حتی که خیلی معلم مولا قدر ایزد داشت همخه بود یا نه؟ از معلم مولا در چه قدر مونده؟ چه قدر مونده ازی؟ برای همین ما و شما در چیزی مهم همین ای برادر مسلمانی ما درست کنیم قسم به خدا مسلمانی درست تمام بلا و فتای سری ما دور میکنم ما در مسلمانی در کنیم باید ما در وقتش نماز ما نخونیم در وقتش روزا ما نگیریم حلال کردیم حلال کنیم حلال کشیم دنیا چی بلند میشه پس میشه دنیا بای میشه کمبغل میشه ما باید مسلمانی ما نای دستتیم باید ما واقعا مسلمان باشیم
این امینه این اسلام این امینه کسی مسلمانیش درست کنه قسم بخدا تیانده کیا گیرانده کیا کی ریز خمیتیا کی پیش کارا کشده میکنه کی پیش کارا میبانده همش الله باید اگر ما مسلمانی درست شویر انا میخواد دستر خانم هم پر میشن کیسه هم پر میشن با یک نیرو مردمی دیگه میبیا برای ما همه ایچی صحبت میتیا اگر ما مسلمانی مرا درست کنیم جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودن که پروردگار به دست غیر مسلمان ها مسلمان ها را یاردن میکنن یک عمر مسلمان ها در زواد و فابریکا و در تمام جا کار کردن یک عمر جای مسلمان ها نبود همه جای غیر مسلمان ها بود جناب پیغمبر فرمودن که اگر شما آدم های به شریعت باشه به دست غیر مسلمان ها ملک مسلمان آباد میشه من آزمه که سرزمین آمده اگم یک عمر مسلمان نیست و چشمی سر میرین چقدر آبادی پیش رویه سال تا سال برادار مسلمانی مونه دستتیم ما فرهنگایی را قبول نکنیم ما رنگی ها نباشیم قسم بخدا ضرر کلام میکنیم ما باید رنگ باب و اجداد و علمای خود ما صحابه و پیغمبر خود ما رنگ صاحبای مذهب خود ما باشیم تا اینکه خدا ما را عزت دهد معرکه ها مونه زنداری ها مونه دخترداری ها مونه بچه داری ها مونه همشه طبق آیین بزرگا ممکنه از آسمان والله به برکت بخوره ما باید دیندار باشیم پروردگار ما و شما را برای راست هدایت کنند این خیر خدا قبول کنند در دامن عروس پروردگار و این داما فرزندای خوب تیم و اینشان در الفت مهربانی تیم از وسوسه جن شیطان خدا نگهبانشان باشند عاقبت کارشان خدا به خیر و ایمانشان را به سلامت کنند آمین یا رب العالمین سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.